خیلی خوش اومدید. واقعا سفاول به درد دل این بدبختی که خدا شده شب تا صبح تو جاده نه خواب داره نه استراحت. اینجا بیایم به خدا بعد اینجا گریه کنی، به خدا ما حاضری بریم تو جاده کشته بشیم، به قرآن اینجا نیاییم. خدا شده چرا تاخیر کردید؟ چرا تاخیر ما قبلا تو پارکینگ گرفتیم از اینجا رد میشیم رفتیم اون ور هفته اون یه پارکینگ قشنگ منظم مرتب هر دفعه شب بنشی تو استراحت میگیری. الان نه اینجا پارکینگ درست کردم خدا چه اصلا هر جمعه چند روز مسیره چند روز صف میمونه. الان یک روز از اینجا تو اینجا فقط تو صف باید باشی. حداقل نمیگم دم ورودی مرزبانی دو تا سه تا سرباز بذارم، سه تا سرباز سری صف کنه که سری بتونید برید. آره سری بریم داخل. آره یه نفر داره. الان یه سرباز اینجا سر اینکه 4-5 نفر باشن یه نفر. بله اگه 4-5 نفر یه ورودی. یعنی اگه ورودی دو سه تا باشه سریع‌تر میرید. آره جواب با دو سه تا ورودی باشه چند نفرم بنویسن. آره یا من نماینده سیمون بابا بعدم این چیزا گازو اینا همراه با شما نباشن تفکیک بدید. آخ خیر ببین سوخت و گاز اینا جدا کنن. آره صفی دو باشه، دو تا صف باشه، یکی گاز و اینا باشه که هم آره محصولات دیگه باشه. الان 78 مرد 78 4 تا لون ورودی خروجی داره. من دیدم اینجا ایستادید گفتم هم احوالتون رو پرسم. نه خیلی زحمت کشیدین، خدا دم تو کار ما دست میشین خیلی به خدا واقعا دم تو کم که اومدیم به درد دل ما داره گوش میدیم. خدا ما وظیفمون رو خواهش میکنم خدا خیرتون بده، خدا رو شکر تو مسئولیت باشه که به درد مردم دل مردم برسه. برنده بدبخت برسه. ورودی منطقه ویژه باسکولش یک باسکول دو باسکول داره. اونجا هم که میرن میخوان ورود بشن کل ماشینا میان اونجا، کل راننده ها میان، برنامه مدارک دستشو از این پنجره برو پنجره، از اون پنجره برو پنجره، یکی نمیشین بغل یک کامپیوتر، یکی پشت سر میان برن داخل. بله هر کس بودو منن اونجا با این وضعیت کرونا و با این وضعیت مشکلاتی که اصلا عزیز من اصلا قبل از اینکه شما به اینجا برسید باید اسمتون رو بدن کارتی که نگاه کنن سری رد بشید برید. اصلا یه دقیقه هم نباید باشه. این سیستم رو باید درست کنید. این سامانه رو باید الکترونیکی بکنن که شما حتی یه دقیقه هم نستی. بله. خداحافظتون باشه. بله. یه جمله دیگه هم داشتم. میریم داخل ببخشید. میریم داخل که میریم کل ماشینا چون پارکینگ هستن تخلیه نمیشن. تجمع ماشینا زیاده. خود نخواسته یک مثلا میخواد عکس بگیرید. راننده دیگه باشه. آقا یه عکس بگیرید. آجوره زای زمانه آقای اسکندری تو جپ باشه. مثلا اینکه دوباره جان اینا گاز بودن ما رو بنزین خوب تا ماشین رفت. لطفا بکنید مثلا تانک رو گاز و سوخت رو از پارکینگ جدا بکنید. جدا کنه. آره خواهش می‌کنم. همینو گفتن. بله آقا من دوستم بوده ماشین دنده عقب اومده. خب ماشین دنده بار بنزین اومده زده عقب باشه کارا خدا تانک سوراخ نشده. این بار بنزین اگه نشتی بکنه کل اینا میره. قبول یه لطفا بکنید بگین سوخت و گاز رو جدا بکنه. حتما میشون یا دکتر این منطقه ویژش داخل زیاد هست که تجمع هم درست کنه. اگر انشالله قسمت شما بیم پارکینگ رو الان میرم یه سری میزنم. همینجوری الان میرم یه سری میزنم. دوتا پیاده ویژه جاش تنگه اصلا یکی معویتش بیشتر کنه جا پاک نشه. خدا خیلی ببینید همه ماشین ها مسوخ، همه ماشین ها جزغاله شد تو صف خروج افغان. یه ماشین افغانی تانکش آتیش گرفت، در عرض 5 دقیقه منفجر شد. نذاش فرار کنیم، به زحمت خودمون فرار کردیم. دیگه چیز نه شرف ماموران به خاک یکسان شد. ماموران بی شرف درو بس نذاش ماشینا فرار کنه. اگه میذاش ماشینا فرار کنه شاید میشد یک کاری بکنی. درو بس ماشینام چف چف. الان بالای 100 تا ماشین تا حالا منفجر شده. نگاه کنی چه خبره؟ همیشه داره کل گمرک درها ماشین های فرار کرده که بام دم در بوده. نگاه کنی یکی یکی داره منفجر میشه. یکی یکی نگاه یکی دیگه منفجر شد. نگاه کن سیکو چو سیکو چو کار سیکو تو این سیکو ای چه بابا تو تانکاری ای تو ای وای تانکار سیکو ای کار اره ای اره استغفر الله.
آه دیگه ایرانی ها رو گاه چه لقد مال کرده؟ میترسن خب دیگه الان به همه جا مرسه اون هم بر میگیره دیگه تانک زیاده بیا یک دنه دیگه الان داره مره بالا مرزبانی چی شلوخ کرده بود؟ کو ها میذارم میان دیگه الان مرد خب اینم میگن الان میذارم تو ایران با خیلی ها به بهانه با شوفر موفرا خب چون میذارم تو ایران مثلا میبینی خب یک بهانه هست ترکوندن که واسه یک گروه کار تو اوه اوه دیگه تکید میکنه وا ویلا ترکید بعدم ترکید شد اینجا میگی چی حرارت اینجا میه Дик.